پس از خروج ایالات متحده آمریکا امریکا از افغانستان واشنگتن برای نخستین بار بر دو تن از مقام های دولت سابق افغانستان با دلیل ارتکاب فساد تحریم وضع کرد to... ما در برابر اعضای سابق پارلمان افغانستان و اعضای خانواده اقدام را اتخاذ کرده ایم که آنان را از ورود به ایالات متحده منع می کند وزارت مالیه ایالات متحده به روز دوشنبه بر میر رحمان رحمانی رئیس ولیسی جرگه سابق افغانستان و پسرش اجمل رحمانی که عضویت ولیسی جرگه سابق را داشت تحریم وضع کرد. به گفته این وزارت رحمانی ها در پرداخت رشوت برای راه یافتن به ولیسی جرگه و احراز کرسی ریاست آن دزدیدن از مالیات و تقلب در قراردادهای نفت به نیروهای امنیتی افغان و خارجی دست داشت. جان سابکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار که اداره تحت امرش در انجام این تحقیقات و وزارت مالیه را همکاری کرده گفته است که جرایم مرتبط به نفت برای رحمانی ها سروت را فراهم کرد که بر اساس آن به مقام های بلند را یافتند و توانستند که یک شبکه مالی بین المللی را ایجاد کنند. میر رحمان رحمانی موارد ذکر شده از جانب وزارت مالیه ایالات متحده را به اساس خوانده است بلروجو تحلیلگر در نهاد دفاع از دموکراسی ها با این باور است که این قضیه می تواند آغاز روند تعقیب آن مقام های سابق افغانستان باشد که با فساد متهمند باور دارم که این کار آغازگر اقدام در برابر آن مقام های سابق افغان می باشد که از سال 2001 تا سال 2021 یعنی در جریان حضور ایالات متحده در افغانستان مرتکب فساد شدند قبل از سقوط نظام سابق در افغانستان سرمفتش ویژه ایالات متحده با قانون امریکایی از موجودیت فساد گسترده و حیف و میل منابع و کمک های ایالات متحده و جامعه بین المللی به افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده بود. در حالی که نزدیکان میر رحمان رحمانی از قراردادهای نظامیان امریکایی در افغانستان تلقی می شوند، پرسش این است که ایالات متحده چرا در زمان حضورش در افغانستان در برابر چنین افراد دست بکار نشد؟ یک موضوع به نهایت پیچیده است و ممکن یکی از چیزهای باشد که تلاشهای های یالات متحده و غرب را در جهت استقامت دادن حکومت افغانستان در مسیر درست واقعا آسیب رساند. مشکل این بود که رحمانی ها و دیگران افراد قدرتمند بودند هم در داخل افغانستان و مناطق خود و هم در داخل حکومت افغانستان. حقیقت این است که در جریان حکومتی که به دلیل قدرت افراد به مانند رحمانی ها حاکم بود دستان یالات متحده بسته بود. ول سید مسعود استاد سابق فاکلته اقتصاد در کابل وضع تحریم بر رحمانی ها را نتیجه تفتیش پس از انجام کار می ولی که سوال امدی که چرا در زمانش مورد مطالعه قرار نگرفت و در بحث نشد که وقتی که در افغانستان بودن همه گی و امریکای هم بودن برای زمان قابل تفتیش نبوده این یعنی زمان نظارت می برای تطبیق و نمو که آنها داشتن به او کالا و به قراردادها و تفتیش بعدی که صورت میگیره تفتیش بعدی چنین گزارش صورت میده ایالات متحده علاوه بر ایجاد ممانعت در برابر سفر میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی به این کشور تمام ملکیت های آنان را در ایالات متحده منجمد ساخته و گفته است که هیچ فرد یا شرکت مالی امریکایی اجازه داد و با آنان را ندارد. در طول سال 2023 میلادی ایالات متحده بیش از 200 فرد و نهاد را در ارتباط با فساد شناسایی کرده است. واشنگتن گفته است که برای رسیدگی به هر نوع فساد و به خاطر پاسخگو قرار دادن عوامل آن با اماهنگی با متحدین و شرکای خود ادامه خواهد داد. سید عزیز رحمان صدای امریکا واشنگتن